پرسیدم که موسیو دلت برای چیزی تو ایران تنگ نیست؟ بیشتر شبیه ماهیه که از چیز افتاده باشه بیرون از حوض و پرپر بزنه، تمام روح روانش تو ایرونه. من تهران دنیا آمدم، متولد 5 دی 1318. حق من کار کردن در مملکت هم. حق هر کسی است کار کردن در مملکت. شما به چه حقی نشستید و میگین نه؟ شما کیم که میگین نه؟ چرا این باید برای ما دوزخی میشد من نمیفهمم. به هر حال فیلم 4 سال این توقیف بود و ما هم مبهوت. پس چه کار دیگه میشه کرد؟ اگر حتی نشه باشور غریبه کوشک هم ساخت، پس دیگه چه کار میشه کرد؟ ایران سرزمین ماست. ما از یک آب و خاک هستیم. ما فرزندان ایران هستیم. پس وقتی خودم شناختم با رفتارهای غیر معمول نسبت خودم روبرو شدم، حالا چه به خاطر عقاید پدر مادرم، چه به خاطر رنگ چشمم، چه به خاطر نوع حرف زدنم، چه به خاطر منطق حرف زدنم، چه به این که درس دوست نداشتم، سینما دوست داشتم، یا به هر دلیلی نمیدونم چرا. مثلا اگه کسی اینمون نباشه سوال برامون تو باشو این اتفاق این دیده میشه. مهم نیست که آدم سفیده یا سیاست، ولی مهمه که برده است یا نیست. ما خیلی از ما سفیدیم و برده ایم. گله کردن خیلی کوچیکه برای اون سانسوری که ما مواجه بودیم. من فقط میپرسم به چه حقی، به چه حقی شما این کارو میکنید؟ به چه حقی خیال میکنید مرکز جهانید؟ با درود به مردمی که ازشان دور افتادم، شرمنده این مهربانیم و قول از من که دچار خود بزرگ بینی نشوم. میکوشم ستایش ها را ناشنیده بگیرم و از ابهام ها و تحلیل ها تا هنوز فرصتی هست چیزکی بیاموزم. اما حالا که یک دهه رفت، واقعا فرصتی است از خودم بپرسم اگر این 10 سال در کشورم بودم حاصلم چه بود و چه در دست داشتم. آیا لطفاً اجازه می دادند فیلم مقصد را بسازم چنان که می خواهم؟ یا ماهی، یا اتفاق خودش نمی افتد، یا حتی سند، یا فیلم های آرزوییم، تومار شیخ شرزین، اشغال و البته داستان باور نکردنی؟ آیا لطفاً اجازه می دادند تجربه حیاتی جان و بلادور را بر صحنه نمایش ببرم؟ یا حتی صحنه بردن آن را خواب ببینم؟ آیا میشد صدای دوزخیان گزارش اردویراف را بر صحنه بشنوم؟ یا تجربه معاصر شده تقلید یعنی طربنامه 10 ساعته را بر صحنه تخت حوض شاهد باشم؟ یا حتی تماشاگر 4 راهی باشم که بسیاری از ما بر سر آنیم؟ و آیا میشد داشاکل به گفته مرجان را تا یک قدمی اجرا پیش ببرم که پشت صحنه نوشته بسیار ساده صادق هدایت است؟ اینها بخشی از کارهایی است که این 10 ساله شده و بیش از این نمیگویم از ترس تعبیر به خودخواهی. اون چیزی هستیم که تولید میکنیم. بنابراین ما فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهمه، ولی بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی ما راجع به هزاران سال تاریخ حرف میزنیم، این فقط این نیست، این یک مسئولیتی هم بر گردن ما میذاره. با اون که ما چه جوری اونو حالا بازسازی کنیم و چگونه اونو پیش ببریم. من 1000 سال بعد از مرگم هم فکر نمی کنم از ما گذشته. و اصلا یعنی چه؟ چرا تا هستیم از ما گذشته و آنها که قرنهای قرن است ازشون گذشته بدین فروتنی و خاکساری یک طرفه ما هر روز پروارترند؟ و من کیم و کدام ابلهم و غلط میکنم بچه های ایران را به مأموران امنیتی ایران یا هر کجای جهان بسپرم که فکر آنها باشند؟
به فکر آنها بوده اند که مردم دست دست ناچار از مهاجرت شدند و دردناکتر از آن سوگواری های پنهان آشکار برای بچه هایشان. مرده من هم بچه های ایران را به دشمنان ایران نمی سپارد. چون شاهنامه رو بخونید خیلی، نه این که به شما نمیگم، اصولا به جهانیان، به ایرانیان لااقل میگم، برای اینکه من از آن بزرگترین کتاب سیاسیه که توی این مملکت نوشته شده. اون نشون میده چجوری هر بار یک کسانی میان یا وعده میدن برای بهبود جهان، عدالت چی چی چی، رو نور روشنایی فلان، و کم کم این قدرت فاسد میشه، تبدیل میشه به چه گندی، و این تکرار میشه تکرار میشه تکرار میشه تکرار میشه و تا الان اکنون و امروز هم تکرار شده و داره میشه به هر اسمی، به اسم پادشاهی، به اسم جمهوریت، به اسم دین، هر دینی، هر شکلی از دین اینجا فاسد شده و نابود شده. میشه خوندونو اونجا، میشه دیدونو، ولی در زیر این استبداد یک زندگی دوم وجود داره. استبداد نمیتونه همه ما رو برای همیشه سرکوب یا نابود یا خفه کنه. در زیرش مردم زندگی خودشونو میکنن و این زندگی، این هدایت میشه توسط زنان در طول تاریخ. در تمام فرهنگ ایران زنان که دارن اداره میکنن و مردان در بسیاری از جاها لاف میزنن یا در رؤیاهای خودشون دارن سیر میکنن. این چیزیست که من فهمیدم و این چیزیست که توی نوشته هم یا توی ساخته هم جورایی اومده. حالا که الان بیشتر میشناسمش، فکر میکنم اصولاً بزایی یه شخصیت واکنشی داره. وقتی که همه یه راهی رو میرن و این راه موفقه، اون میخواد فکر کنه که یه راه دیگه ممکنه باشه و میره به اون راه. یعنی یه جوری ضد الگوی رایج و موفق سینمای ایران اون موقع است. یعنی وقتی که دیده که سینماییه که همش مردانه است، یه سینمای کاملا مردانه، فکر کرده خب چرا کسی به زنها پرداخت نمیکنه؟ چرا زنها حضوری ندارن توی این فیلم ها و حالا بیایم یه شکل دیگه‌ای به این زنها نگاه کنیم؟ زنها هستن که مرکزن، مردا رئیسن ولی زنها مرکزن، و زنها مرکزیتشون رو، یعنی ارادهشون رو از طریق غیر مستقیم اعمال میکنن. این داستان هزار و یک شبه، شهرزاد این کارو میکنه، به صورت در کنار قرار میگیره، رئیس نیست، پادشاه یه نفر دیگه است. ما یا رد میکنیم یا میپرستیم یا میپذیریم. اغلب فکر نمی کنیم، سند جمع نمی کنیم، سندها رو مقابله نمی کنیم و به نتیجه واقعی از یا خیلی نزدیک به واقعیت از تاریخ یا لحظه یا دوران نمی رسیم. من کلی کارهای چاپ نشده دارم که دلم میخواد چاپ شه و خیلی پروژه ها داشتم برای فیلم ساختن که هنوز آرزو شروع میکنم گاهی که بسازم. تنها چیز که دلم نمیخواد اینه که از اون چی که قبلا کار کردم عقبتر برم. همین. با یه چیزایش اصلا موافق نبودم. من با قهرمان مادرزاد نمیفهمم اصلا، اینکه آدم مادرزاد قهرمان به دنیا بیاد. میشه توی شاهنامه هست که مثلا رستم قهرمان به دنیا میاد، ولی الان امروز دیگه وقتی بنویسیمش دیگه ما در اونجا قرار نداریم. اینجا مشکل ما فقط از بیرون نیست، در درون ما هست. اصلا تاریخ ما رو این میسازه، آن فشار مدامی که از بیرون از اطراف میاد و اون چی که در خودمون در سوء تفاهمایی که ما ساخته ایم به خاطر قدرت، به خاطر در اون لحظه غافل بودن، غیره غیره، توی این کش و واکشه که یهو یه چیزی اتفاق میفته. در واقع من میخواستم بگم فقط مشکل در بیرون نیست، مشکل در درونم هست. من حتی روزی هم که اومدم فکر نکردم به کلی رفتم، هنوزم فکر میکنم به کلی رفتم. من دلم تنگ میشه برای دفتر کارم و دلم تنگ میشه برای یک خانه یا یک جایی توی ساحل شمال و
برای اینکه وقتی ایران هم بودم چیزی بیشتر از وطنم همین اتاقم بود. وقتی بیرون میرفتی تقریبا دیگه اون وطن هی داشت من بیگانه میشد. هر روز که میرفتی درخت های بیشتری رو بریده بودن، جاهای بیشتری اصلا شکل تغییر کرده بود، مردم تغییر کرده بودن، کم کم دروغا واضح شده بود، کم کم دروغا همگیر شده بود، کم کم شهر زشت میشد و غیره. و در نتیجه آره، من واقعا توی تهرانم که بودم وطنم در اندازه همون دفترم و خونم بود. ممنونم ازتون، واقعا فقط میتونم همین یک کلمه گفت بجنه، من هیچ کلمه بلد نیستم جز ممنونم قربان شما. حالا همین رو هم من پس میدم، من ممنونم و قربان شما. خیلی ممنونم، قربان شما.